آفتاب ولسوالی نیلی در ولایت دایکندی میل به پنهان شدن دارد و عروس ما کم کم چهره نمایان می کند. اینجا مردم قریه دشت آمادگی اجرای مراسم آتش الغو را می گیرند. مادران به امید برآورده شدن حاجات و جوانان به شوق بازی. الغو یعنی پریدن و آتش الغو به معنای پریدن و خیز برداشتن از روی آتش است. مراسم آتش الغو را در ولایت دایکندی آغاز میکنیم. خدا کنه که این سال یک سال خوب و پر از برکت برای از ما و شما شود. آتش در سرزمین کوهستانی هزاره ها نماد زندگی و پاکی است و از میان برنده بدی ها و بلایا. آنها با روشن کردن آتش در واقع قصد نابودی اهریمن شر را دارند. مردم هزاره عموماً و از جمله اهالی دایکندی از روزگاران دور این رسم عنعنوی را اجرا می کردند و به آن نگاه دینی داشتند. با وجود اختلاف در زمان برگزاری آتش الغو، روش اجرا و فلسفه آن در مناطق مختلف تفاوت چندانی ندارد. هدف از اجرای این سنت دور کردن بلاها و آرزوی آمدن سال پر از خیر و برکت است. اعضای این خانواده نیز مقدار چوب و هزم را در سه بخش با فاصله اندک آماده کردند و منتظر غروب آفتاب هستند تا آتش را روشن کنند و به یاد نیاکانشان دل به اجرای این سنت باستانی بسپارند. بزرگ خانواده در پیش و باقی اعضا از پشت او از روی آتش می پرند. مثل این مرد که خود در گذشته بارها مراسم آتش الغو را اجرا کرده است. تا پیش از این حکومت ها را حکومت کرزای رواج بوده. امیر علنی که ما همینجا همسایا جمع می شیده امی کار برگزار کرده، خود ما هم داخلی هم از این کار بودیم برگزار شده. امی آتش الغو را سه کودک خشه همینطور در فاصله دو متری دو نیم متری از هم دیگر فاصله سه کودک میکرد. آتش الغو در هزارجات معمولا در چهار ماه مشخص که به نامهای الغوهای اول، دوم، سوم و چهارم یاد میشوند رایج بود. این ایام مصادف است با اول یا در برخ مناطق 13 ماه صفر. دلیل برگزاری این مراسم در ماه صفر باور عامه به مصیبت بار بودن این ماه است. آنها قصد دارند با ادای این سنت از نحوست این ماه به سلامتی عبور کنند و سال پر از خیر و برکت پیش رو داشته باشند. در هنگام اجرای آتش الغو معمولاً این اشعار خوانده می شود: چپ بلاها چپ بلاها، و یا این که نیکی ها آمد بدی ها دور. پس از ختم مراسم زنان خانواده غذاهای محلی می پزند و به عنوان خیرات در میان مردم تقسیم می کنند. با خاموش شدن آتش، ماهتاب به مسیر خود ادامه می دهد و مردم قریه با قلب آرام به خانه هایشان باز می گردند. با وجود کمرنگ شدن این مراسم در این سالها، اما در ولایت دایکندی هنوز افرادی هستند که به آن اعتقاد دارند. به گفته باشندگان محل، این سنت محلی جایش را به بازی های مدرن داده است. اکنون دلخوشی عمده مردم برگزاری جشنواره ملی فرهنگی و هنری گل بادام است که همه ساله در فصل بهار و در موسم شکوفه گل بادام برگزار می شود. با وجود این، هنوز در میان مردم این ولایت مراسم عنعنوی زیادی اجرا می شود که لازم است پژوهندگان فرهنگ مردم به ثبت و ضبط این سنت های در حال نابودی اقدام کنند.